چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سویی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق. میهنان گرامی سلام، من محمد اصلی هستم و امروز یک شنبه 8 اردیبهشت ماه برابر با 28 آوریل 2013 میلادی است. همانطوری که میدانید 3 روز بیشتر به روز اول ماه می و روز بزرگ جهانی کارگر نمانده. به همین مناسبت این موقعیت رو غنیمت شمرده و در خدمت آقای دکتر ناصر زرافشان استدعا میکنم که از اونجا که واقعا من که بهتر از ایشان کسی رو سراغ ندارم که در این مورد به خصوص صحبت بکنن، با اون هم در رابطه با مسائل روز و فشاری که بیش از همیشه به نظر میرسه بر طبقه محروم و ستم دیده و کارگر در سراسر جهان هست صحبت بکنن. لذا اجازه بدید که بدون اطلاف وقت خدمت آقای دکتر زرافشان که بر روی خط تلفن با ما هستند بار دیگر سلام عرض بکنم و میکروفون رو به ایشان بسپارم. آقای دکتر با سلام مجدد میکروفون رو به شما میسپارم. من هم خدمت شما جناب آقای سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که از طریق شما صدای ما رو میشنوند هر جای دنیا که هستند. همونطور که فرمودید، بله، در آستانه روز اول ماه مه قرار گرفتیم. امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه میرویم که جهان هم تغییرات شتاب‌آلودی رو از سر میگذرونه که به خصوص از دیدگاه منافع طبقه کارگر و تضاد کار و سرمایه تکان دهنده و شایسته توجه جدی است. کاملا صحیح. کسی که به ظرف این 1-2 سال اخیر زمینه‌هاش فراهم شد و شاهدش بوده، این ظرف 1-2 سال اخیر ادامه آنچه که در چند دهه گذشته شاهدش بوده این نیست و کاملا حکایت از شروع یک دوران تازه با مشخصات تازه میکنه که واقعا نیاز به تفکر و توجه جدی داره. درسته. و نیاز به بازبینی مواضعمون، مواضعی که ظرف چند دهه گذشته تبلیغ شده حرف داده شده. استحضار دارید که پس از جنگ
به دلیل شرایطی که بعد از خاتمه جنگ حاکم بود، سرمایه‌داری نه به میل خودش، نه توأم، بلکه به اجبار اون شرایط امتیازهایی رو از روی ناگزیری و اجبار داد. خب نیروهای فاشیست جنگ رو باخته بودن، فضای دموکراتیک فضای غالب بود در اروپا، در تمام کشورهای دیگه دنیا، در کشورهایی که زیر سلطه و فاشیست ها بودن در دوران اشغال، نیروهایی که با فاشیست ها جنگیده بودند عموما نیروهای دموکراتیک بودند. غلبه تو اون فضا با نیروهای چپ بود. خدمت عزیزتون عرض کنم که اون عظیمترین ماشین جنگی جهان تا اون موقع، تا اون تاریخ، بله، شکستی رو متحمل شده بود که خب این شکست هم بی سابقه بود، ابعاد اون جنگ بی سابقه بود. تو اون فضا حضرات ناگزیر بودند و ناگزیر شدند که در واقع در قالب دولت رفاه، در قالب الگوهای کنزی به طبقات پایین‌تر جامعه هم امتیازاتی رو بدن. بله. محصول تحولات اون سالها میتوان گفت نوعی سازش بین کار و سرمایه بود که منجر به تشکیل دولت رفاه شد. بله. دولتی که در اون الگوهای کنزی بیشتر حاکم بود و به ساده ترین زبان در واقع برای اینکه چرخ بالایی ها بگرده به این نتیجه رسیدن که پایینی ها باید حد اقل توانایی خرید، حد اقل زندگی رو داشته باشن. البته اینها هیچ کدوم از روی حسن نیت و انسانگرایی سرمایه نبود. یکی از دلایل عمدش هم باید گفت حضور بلوک شوروی بود. همونطور که دیدیم بعد از این که شوروی، بلوک شوروی فروپاشید، همه اون امتیازاتی رو که سرمایه تو اون دوران داده بود برای اینکه در واقع خودش رو به شرایط اون روز منطبق بکنه، همه را پس گرفت. بله درسته. و مبارزات دموکراتیک مردم و حضور بلوک شوروی و شرایط بین‌المللی وضعیتی رو به وجود آورد که اگر نه در عرصه اقتصادی، لااقل در عرصه سیاسی سرمایه‌داری به مشارکت نیروهای سوسیال دموکراتیک توی مدیریت جامعه، تو مدیریت سیاسی جامعه تن در داد. و چند دهه دیدیم که از فضایی که به وجود آمده بود برای مطرح کردن نظرهایی از قبیل جامعه صنعتی واحد و پایان عصر ایدئولوژی، و عرض کنم که این صحبتها از اون زمینه برای طرح نظریه‌هایی از این قبیل استفاده شد که نه سرمایه‌داری دیگر سرمایه‌داری قرن 19 و نه سوسیالیسم، اون سوسیالیسم دوره بولشویک ها، و بنابراین اون تضادی که وجود داشت از بین رفته، عصر ایدئولوژی تمام شده است، چه جوامع سرمایه‌داری و چه جوامع سوسیالیستی به سوی یک جامعه صنعتی واحد مشابه در حال حرکت هستند که تضادهاش به تدریج حل میشه و از این قبیل صحبت ها. اما عرض کردم شاهد بودیم که به محض اینکه بلوک شوروی فروپاشید، چگونه سرمایه‌داری تمام آنچه را که بالاجبار و در اون مقطع برای کنار آمدن با شرایط پس از جنگ امتیازاتی را که داده بود همه رو پس گرفت و نه. چگونه برگشت به سرمایه‌داری تمام عیار. درسته. از مرگ تاچر
هنوز مدت زیادی نگذشته و یادمون هست که در اروپا با تاچر و در امریکا با ریگان چه موج تازه‌ای شروع شد، چه کردند و نتایجش چه بود. وقتی که سرمایه‌داری برگرده به اون نظام تمام عیار قرن 19 منتظر آثار و نتایجش هم باید با روی کار آمدن سرمایه‌داری نولیبرال شاهد یک دوران غارت شدید سرمایه‌های مالی بودیم، دورانی که معالن منجر شد به بحران 2008 و برخلاف اون چه که تبلیغ می‌کنند، برخلاف اون چه که سعی می‌کنند در زمینه آثار بهبود صحبت بکنند در مورد بحران، به هیچ وجه این بحران تمام نشده، بلکه به شکل موزیانه تری به قول مکنلی دگردیسی کرده، تغییر شکل داده و همچنان گلوی جامعه بشری رو داره فشار میده. این بحران برخلاف بحران‌های قبلی در واقع بحران سرمایه مالی بود، نتیجه غارتگری چند دهه سرمایه مالی بعد از این موج نولیبرالی در کشورهای سرمایه‌داری بود و دیدیم که دولت‌های سرمایه‌داری هم برای جلوگیری از غرق شدن بانک‌های مالی، برای جلوگیری از سقوط و غرق شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مؤسسات مختلف که در زمینه مالی یکی دو دهه چپاول کرده بودند، آمدند و اینها را خریدند، شریک شدند، سهامشون رو خریدند. در واقع این شرکت ها دارایی نداشتند، تسویه ها رو، مطالبات مشکوک الوصول رو، بدهی ها رو دولت ها خریدند. اتفاقی که بی سر و صدا در این میانه افتاد این بود که دین خصوصی، بدهی خصوصی که مربوط به این صندوق های سرمایه گذاری و این بانک ها بود، با این خریدها تبدیل شد به دین دولتی. تسریع‌های بخش خصوصی تبدیل شد به تسریع‌های دولت‌ها. و دولت‌ها می‌دانیم که از روز اول وقتی کم می‌آوردند یه راه برای جبران این تسریع‌ها داشتند و اون زدن از حلقوم مردم بود. در واقع بحران تغییر شکل پیدا کرد، به قول زیستشناسا موتاسیونی رو از سر گذروند، به شکل موزیتری به حیات خودش تو جامعه ادامه داد. اون کسری ها و کمبود ها منتقل شد به بخش عمومی، دین خصوصی بی سر و صدا تبدیل شد به دین عمومی و دین عمومی رو دولت ها همیشه از کیفه مردم، از جیب مردم، با زدن از حلقوم مردم در واقع جبران کردن، پر کردن. به این کیفیت ما به ازای چند دهه کتابی غارت سرمایه مالی، بله، چشمنداز چند دهه سیاست های ریاضت اقتصادی است که الان در جوامع مختلف و به خصوص پیش روی طبقه کارگر قرار داره و آثارش رو شما خیلی بیشتر از ماها این طرف دنیا، شما خیلی بهتر و در اروپا کسانی که هستن شاهدن خیلی بیشتر آثارش رو دارن میبینن. چیز غیر منتظره ای هم نیست و در واقع این شروع ماجراست. حالا حالاها این داستان ادامه داره و گمان نمی کنم در شرایطی که از کشورهای اروپایی برای کار، برای در جستجوی کار به آنگولا میرن از پرتغال و اسپانیا، گمان نمی کنم کسی که ذره عقل و فهم داره دیگه از بهبود صحبت بکنه. معلوم نیست در کجای قاموس اقتصادی سیاست های ریاضت اقتصادی از جنس بهبوده، چون در این حال که پای سیاست های ریاضت اقتصادی باز شدن و هر روز بیشتر با فشار دادن اینا رو به مردم تحمیل میکنن، این طرف اون طرف
از آثار بهبود اقتصادی هم صحبت میکنن و معلوم است این دوتا رو چطوری کنار هم باید گذاشت. کشورهایی که توش به صورت آشکارتر مردم درگیرن به عنوان نمونه یونان. بله. دنیا در اروپا. خب منطق طبقات زحمتکش، منطق مردم این است که آنچه الان این تصویر رو به وجود آورده، این بدهی رو مردم نخوردن، سرمایه مالی بین المللی و کارگزاران داخلیشون خوردن. درست. بنابراین به چه دلیل باید دو نسل، سه نسل مثلا مردم یونان کار به دنیا بیان، بدهی ملی داشته باشن بابت آنچه که خودشون مصرف نکردن؟ درست. جالب اینجاست که با تحقیر هم باشون طرف میشن، یعنی همواره تبلیغ می شود که اگر اتحادیه اروپا به داده یونان نرسه، یونان غرق میشه، یونان ورشکسته است، مردم یونان کار نمی کنند، تنبلند، بخور و بخوابند، کاری نیستند و حاضرم نیستند سیاست هایی رو که اتحادیه اروپا برای کمک به اونها ضروری می داند زیر بار این سیاست ها برند. منطق مردم یونان اینه که ما بدهکار نیستیم، برای اینکه آنچه الان به حساب بدهی مثلا یونان گذاشته می شود رو مردم مصرف نکرده هم ما این مالی بین المللی خورده بود کنار نشسته و قدوهای داخلیشون کاملا درست. دلیلی نداره که تاوان اون دوره ی تاخت و تازه سرمایه های مالی رو حالا نسل های آینده مردم بدهن. درست ماجرا در شکل سادش مثل نزولخاری میمونه که مدیون بدبختش رو که به تچل افتاده الان به مرتبه میخواد با دادن یک وام با بهره سنگین تر ولی در قالب نجات بهش کمک بکنه از چاله درش بره تو چاه بندازه که بهت میدم وام میدم برای اینکه گرفتاری فعلی حل بشه، ولی این وام بهرش اینه، شرایطش اینه و او رو از چاله در بیاره یه چاه بندازه. مردم یونان میگن ما کمکتون رو نمیخوایم، اصلا عضویت تو اتحادیتون هم نمیخوایم. یونان سرزمینی است که هزارهای متمادی زندگی کرده، وجود داشته و از بین نرفته، بنابراین میتوانسته رو به پای خودش پیش از اینکه اتحادیه اروپایی باشه، پیش از اینکه این ترتیبات باشه زندگی بکنه. یه تاریخ چند هزار ساله داره. همین کیفیت در تمام کشورهای دیگر اروپایی الان به درجات مختلف محسوس و قابل مشاهده است و در واقع این سیاست‌های ریاضت اقتصادی که به ضرب و زور حالا داره به مردم تحمیل میشه، ما به ازای قارت اون چند دهه سرمایه مالی که خورده و کنار نشسته. بله. اینجا میرسید خود به خود به اون مشی شرم‌آور و اون وادادگی برخی نیروهای سابقا چپ هم که ظرف یکی دو دهه اخیر به موازه نو لیبرالی عقب نشستن و بعضن خودشون رو میراث‌خوار مبارزات گذشته جریانات چپ معرفی میکنن. در بین نیروهای سابقا چپ خود ایران شما نگاه بکنید ببینید چه وضعیتی الان حاکمه و تصور میکنند خون همه اون مبارزین قبلی برای این ریخته شده است که آقایان بتوانند در توجیه سیاستهای کشورهای امپریالیستی، در توجیه موقعیت فعلی امریکا و متحدینش مایه بگذارن عمل بکنند. واقعا شرم‌آور این وضعیت، وضعیتی که حالا نه در فقط ایران، در سطح بین المللی شاهدش هستیم به دلیل عقب نشینی این نیروها از مواضع اصولی خودشان، پرچم مبارزات مردمی که در حال تعطیل نشده ولی سر جای خودش هست افتاده است به دست پرچمداران ناصالح و نالایقی که میبینید جنبش های مردمی رو به کجاها، به چه رسوایی های، به چه هچل هایی میاندازن و چه عاقبتی براش بودید آبودن. بله. و
وضعیت ما در خود ایران هم استثنا نیست و جدا نیست از اون چه که در سطح جهان داره به اتفاق میفته. شما به طور روزمره اینجا شاهد کاهش قدرت خرید مردم، شاهد گرانی های سرسام‌آور و فشار روزمره و سوء استفاده باندهایی هستید که ضمن بازی های پولی، مانورهای پولی، بازی های مختلف، باندهای مختلف، جناح‌های مختلفشون سرگرم غارت ثروت ملی هستند و تاوان همه این ماجرا رو در واقع مردم طبقات پایین‌تر و در درجه اول کارگران دارن میدن. این چشم‌انداز کلی حالا در سطح جهانی هست و در سطح داخلی هم شاهدش هستیم. در سطح داخلی آقای دکتر این مسئله تحریم های اقتصادی رول اصلی رو الان در محنتی که طبقه محروم میکشه بازی نمی کنه؟ چرا؟ اتفاقا من میخوام بهتون بگم اون کسانی که به قول معروف دستشون به دم گاوی بند هست، به خصوص کسانی که تو حاکمیت ارتباطاتی دارند یا جناح‌های مختلف به هر حال قدرت، از همین شرایط بهره گرفتن با سوء استفاده از به هم ریختگی اقتصادی، بی سر و سامانی اقتصادی، با سوء استفاده از فضایی که تحریم‌ها به وجود آورده که میتوان همه چیز رو در واقع به حساب تحریم‌ها برد، پروژه‌های عجیب غریب شریرانه غارت ثروت ملی رو ازش استفاده کردن از این شرایط و تاوان این همه رو مردم دارن میپردازن تو ایران در داخل. البته در بیرون هم کما بیش همین هست. پروژه ها ظریف‌تره، به شکل ظریف‌تر و ماهرانه تری عمل میشه، اینجا زمختره، ولی میخوام بهتون عرض بکنم وضعیتی که تحریم ها به وجود بود برای کسانی که مردم رو غارت میکنند هیچ فشاری در کار نبود، بلکه موقعیت بود و تو این موقعیت کارهایی رو کردند، مانورهایی رو کردند، بازیهایی رو کردند که همه رو به حساب تحریم گذاشتند. ولی وای به روزی که آنچه در زمینه غارت ثروت ملی اتفاق افتاده اینا آشکار بشه، رو بشه و اون سمتش فشارش، مصیبتش، عذابش مال مردم بود و در درجه اول مال طبقه کارگر. البته این یه روی سکه هست، ولی روی دیگر سکه هم مقاومتی است که شما در سر تا سر دنیا شاهدش هستید. بله. همونطور که سرمایه‌داری بعد جنگ تغییر کرد و ظاهرا اون سرمایه‌داری پس از جنگ استثنا بوده، سرمایه‌داری اصلی واقعی همون سرمایه‌داری تمام عیار قرن 19 نیست که حالا با زور دارن همه جا تحمیل میکنن عواقب و آثار و مقاومتش هم اون فروکش کردن نسبی مبارزات طبقه کارگر که در سالهای بعد جنگ اتفاق افتاد، اونم یه دوره کوتاه استثنا بوده و چشمنداز اینه که در واقع مبارزات طبقات پایین‌تر جامعه، طبقات فرودست و به خصوص طبقه سایر رو به تشدید بره. چشمنداز اینه. از این بابت عرض کردم ما در شرایط امروز به استقبال روز اول ماه مه میریم که با سرعت به شکل شتاب‌آلود دنیا داره تغییراتی رو از سر می‌گذرونه که حاکی از اینه که ظاهراً دور تازه‌ای داره شروع میشه که مشخصاتش با اون چه که در چند دهه گذشته شاهدش بودیم به طور کلی تفاوت میکنه. در هر صورت پرچم امید رو، پرچم مقاومت رو همیشه باید برافراشته نگه داشت. یک روی این سکه محرومیت و تشدید فشار بر روی مردمه، بر روی طبقه کارگره و روی دیگر سکم البته تشدید مقاومت، تشدید مبارزات مردم برای رهایی از شر این نظام شریر سرمایه‌داری. من به سهم خودم روز اول ماه مه رو به در درجه اول کارگران همزبانمون، هم هر کسی صدای ما رو میشنوه و
البته در درجه بعد به همه کارگران سرتاسر جهان تبریک میگم و امیدوارم که چشمانداز آینده شاهد پیروزی های مردم محلوم باشه. متشکرم آقای دکتر از توضیحاتی که دادید. آیا مطمئنم که این خبرهای همین هفته اخیر رو، برای اینکه از این گونه اخبار متاسفانه به شدت و به حدت هرچه بیشتر در سراسر دنیا به گوش میرسه، ولی این یکی دو خبر اخیر مثلا در بنگلادش اگر مستحضر باشید، بله، اون نه در ساختمانی که کارگران یک روز وارد چند روز پیش وارد محل کارشون در ساختمان 5-6 طبقه یا 7 طبقه، در ساختمان 7 طبقه میخواستن بشن، وارد که میخوان بشن یک باره یک ترک و یک شکاف کاملا روشن و پیدایی که تا دیروز نبوده ولی اون روز پیدا شده در ساختمان از طبقه پنجم به پایین میبینن و میترسن، از ترس جان نمیخوان برن در این محل کار. حالا این محل کار هم محل دوختن لباس های که در فروشگاه های والمارت فروش میره و مارک هایی مانند گپ و بنتون و دیگر مارک های معروف اروپایی و امریکایی که در سراسر جهان فروخته میشه، اینجا محل کار این زنان و دختران محروم بوده که به خاطر از ترس جان خودشون به خاطر فرو ریختن این ساختمان ابا میکنن در رفتن ورود به این ساختمان و کارفرما صاحب اون شرکت اینها رو تهدید میکنه که اگر وارد نشید و به محل کارتون نرید حقوق یک ماهتون رو نمیدیم. و این بیچاره ها که واقعا روز به روز زندگی میکنند و کوچکترین اندوخته ای ندارند و برای حد اکثر 24 سنت کمتر از 1/4 دلار در روز مزد میگیرند و کار میکنند، در اثر تهدیدهایی که عرض کردم وارد ساختمان میشن و ساختمان فرو میریزه و تا کنون بالغ بر 300 تن از این زنان و دختران در بنگلادش در این ساختمان هنوز کشته شدن و بالغ بر 1000 هنوز زیر آوار زنده و نیمه جانند. حریق هم کنارش داره و حریق هم هست و شجاعتی وضعیتی عجیب. این وضعیتیست که در تا سر دنیا حالا به شکل‌های مختلف سرمایه انسان رو تباه کرده، دنیای نباتی رو تباه کرده، دنیای حیوانی رو دچار بیماری و گرفتاری و چه کرده و سر آخر به این کره خاکی که زیر پای خود انسان هست رحم نمی کنه، چون قرار همه چیز تبدیل به کالا بشه که قابل خرید و قابل فروش باشه و ازش سود در بیاد و نتیجه این شده است که شما الان نمی دانید در یه جامعه مثل خود ایران، این کشورهای آسیایی، این آثار و عواقب مختلفش تو زمینه های مختلف واقعا اثر زندگی رو چجوری بر همه تنگ کرده. فقط مسائل زیست محیطی تنهاست، مستقیما نتیجه این انباشت رقابتی سرمایه است، مستقیما نتیجه این مسابقه منفوسه. وقتی شما در نظر بگیرید بیماری های عجیب غریب که نتیجه آلوده شدن محیط زیست، هوا، آب، مواد خوراکی، هرچی هر جا سر میزنید و سر میکشید، تو هر خانواده شما الان سر میکشید، تو هر بیمارستانی سر میکشید، بیماری سرطان بیداد میکنه. و خب اینها حتی با مراجعه به چند دهه پیش کاملا پیداست که چجوری سرسام‌آور نسبت اینا رفته بالا و انواع فلزات سنگین نمیدونم توی آب، انواع آلودگی ها توی مواد غذایی، انواع آلودگی ها توی هوا،
فقط محیط زیست تنها رو که شما نگاه بکنید به یه جایی به یه نقطه غیر قابل تحملی رسونده همه رو. اینا همه آثار معالن آثار عمل کرده این انباشت رقابتی است، نتیجه قانون سرمایه و عمل کرده سرمایه است و دیگه به جایی رسونده که فقط انسان تنها نه، این کره خاکی زیر پای انسان رو هم داره تهدید میکنه. کاملا درسته. حالا یک مورد بنگلادشه که اولیش هم نیست، وقتی دو ساله گذشته استفساد دارید مرتب این اتفاقات می افتاد. در موارد قبلی به صورت حریق بود، این بار ویرانی و آبار شدن ساختمان همراه با حریق و مسائل نظیر اون. اونجاهایی که اتفاقات این شکل هم نمی افته، هم جریان عذاب آور و کسالت آور زندگی روزمره در شرایط غارت استثمار سرمایه چنان وضعی رو به وجود آورده که واقعا من نمیدونم فردای بشر چه میخواد بشه، چه خواهد شد. نه در خود این امریکا هفته پیش بود، ده روز گذشته، که در همین محلی که من زندگی میکنم قریب 50 کیلومتری اینجا یک کارخانه کود شیمیایی مفصل و بزرگ منفجر شد و کسی که آسیب دید و کسی که کشته و زخمی داد و کسی که بی خانمان بود همان کارگران زحمتکش اون کارخانه بودند که برای اینکه مزد کمتر بدن، برای اینکه هزینه رفت و آمدشون کمتر باشه، تمام محل مسکونی این کارگران زحمتکشان، محل مدرسه شون، بیمارستانشون و دیگر ساختمان ها و زندگی رو در اطراف این محل کود شیمیایی، تولید کود شیمیایی ساختن، نکردن که لااقل یه 50 مایلی فاصله بدن، لذا منفجر شد و اینها بی خانمان شدن، کشته شدن و اخبارش هم رو پخش نمی کنن. از اینجا و اونجا باید ما به مصائبی که روی آورده به این گونه به مردمی که در اونجا به همون کارگران زحمت کشان مصائبی که روی آورده باید با پچپچ و با اینجا و اونجا بشنویم. در اخبار CNN و ABC و NBC و اینا خبری از آن نیست. بله بله، اینا مصائبیست که همه جای دنیا، همه جا. خب شما در خود ایران مبادا کلمه سندیکات، کلمه اتحادیه جزء کلمات ممنوع هست، همینجا هم همینجا برید تشکلهای سرمایه‌داران رو ببینید، از گل لازم تر کسی به اتاق تهران مگه میتونه بگه به آقایان خود حاکمیت هستن. اینه که وضعیت روز به روز و شما باید بیایید فقط به بیمارستان هایی که مثلا بخش کلیه دارن جلوی این بیمارستان رو سر بزنید، فقط آگهی های پوش کلیه رو انواع و اقسام رو نمونه ها رو ببینید، آدم هایی رو که از تخت بیمارستان پایین نیامده برای پرداخت هزینه عمل غیر از کلیه از تخت پایین نیامده کلیهش رو پیش فروش میکنه که هزینه عمل قبلیش رو این دوران بستری بودن قبلیش رو بفروشه بزن پایین. با چه شرایطی، با دلال بازی، با چه مناسبات زشت و شرم‌آوری. اینه این وضعیت. کافیست فقط شما سر بزنید به ورودی یکی از بیمارستان هایی که بخش کلیه مملکت داره و فقط اون آگهی ها رو ببینید که با همه محدودیت و کوچکیش یک تصویر کامل از تمام جامعه به شما بعد زندگی مردم زحمتکش به شما خواهد. خب آقای دکتر، بله، به نظر شما حالت پدر و مادریست که کلیهشو برای تأمین جزیه دخترش میتوشه، بهترین حالتشه، حالتشی که وای به حال موارد دیگه. اینا همه اینا نتیجه عمل کرده عجیبه. زانیسته بله که مدعی بوده که بهشت خواهد آفرید، بله، 2015 دنیا را گلستانی خواهد کرد که در او از فواصل طبقاتی خبری نباشد، از فقر خبری نباشد، از جنگ خبری نباشد، از نمیدونم فزاد خبری نباشد،
حالا بعد از 30 سال سر بلند کردن همه از خواب گران و میبینن خشونت برای مردم جزده تابوهاست ممنوع. خود آقایان هزار هزار و ده هزار با نقال و بمب فسفوری و مردم رو جز غالب و تباب بکنن مجاز جز برنامه هاشونه. عرض کنم خدمت عزیزتون که فواصل طبقاتی که فرد کجا گذاشته شما تو همین ایران تشبیارید یکی از بالاترین آمارهای خرید من باب مثال اتومبیل های بالاترین اتومبیل های جهان. بله اطلاع پیدا کردم که هم تا شام بله اطلاع از عدالت میکنن، از بام تا شام صحبت از مستضعفین میکنن، از بام تا شام بحث فکر میکنه. بیاد ببینید تو خیابونای همین تهران چه خبره. اون وقت در کنارش میگویم به ورودی بیمارستانی که مثلا بخش کلی هم داره سر بزنید ببینید چگونه از خودتون از سر پا ایستادن و زندگی کردن خودتون شرم میکنید. این شرایطی عجیبه. خب آقای دکتر به نظر شما عاقبت این کار به کجا خواهد کشید و در چه مدت زمانی هر چه که خواهد شد؟ اینا چیزایی نیست که بشه بعد یه نفر بتونه پیشبینی بکنه به پیشگویی. اینجوری کار ما نیست ولی مسیر روشنه، همون سری که تا حالا طی کردیم. هر چه آمدیم جلو دیدیم که وضعیت چگونه است، همین با سرعت بیشتر و شدیدتر ادامه خواهد یافت. و واقعا فکر کردن به فردای این جامعه آدم رو دوچاره سرگیجه میکنه، بیخوابی میکنه. و حق دارید، درست میگید. ممنونم از شما آقای دکتر، امیدوارم که به هر صورت خوب و خوش باشید. گرچه سخته اینطوری که خودتونم فرمودید نمیشه خوب و خوش بود و شاهد چنین اوضاعی بود و خوب و خوش بود و اونم کسانی مثل شما، ولی با تمام این حرف ها براتون روزهای بهتری رو آرزو دارم و برای مردم ایران به خصوص طبقه محروم و ستم دیده کارگر ایران و جهان که هیچ وسیله ای که هیچ امکانی برای مقابله نداره، در واقع موازنه با این وضعیت وحشت‌آوری که حاکم هست ندارن هیچ. و به دونه دونه شما توطئه هایی که برای قارت این مردم میشه بعد رو یکی یکیشو نگاه بکنید، بازی هایی که میشه، از زشت‌ترین از بدترین بحران ها استفاده میکنن برای تفاول مردم. فرض بکنید که شما اشاره کردید به مسئله تحریم ها. بله. این بهانه است برای این که به چاپی ببری قیمت ها هر جا رسید، یه بهانه هست که ببری تو اون حساب به حساب تحریم ها. قراره که نرخ ارز مثلا نوسانات تندی میکنه به مناسبت تحریم ها، اینو میشه همه رو به تحریم نسبت داد. اون وقت معاملاتی که در زمینه طلا، دسیسه هایی که بازی ها و منافع هایی که با پول و با طلا درست همزمان با این بحران، بحران ارزی تو ایران شده، وقتی شما تو جزئیاتش وارد بشید میبینید که تمام آنچه که برای مردم درد و عذاب و بلا و گرفتاری و محرومیت برای حضرات اون بالا به نعمت تبدیل میشه، به موقعیت تبدیل میشه که تو اون موقعیت منافع کنن. اون چیزی که منطق عمومی سرمایه است بیرون هم میدونید. و درست همین که فاجعه. بله همین که میفرمایید در اینجا هم همینطوره. بله. در همین جا هم همینطوره. یعنی میبینید که میدانید شما بهتر از من میدونید که این بانک ها، این شرکت های بزرگ که تعدادشون در سراسر جهان زیر 500 تاست، 500 شرکت و بانک، اینها از تمام این مسائل همینطور که شما میفرمایید استفاده میکنن. مسئله طلا همین الان ببینید چگونه طلا رو 200-300 دلار هر اونس به طور مصنوعی بردن پایین که حالا رفتن خودشون خریدن و حالا باید گرونتر بفروشن و از این گونه مسائل
بله زلزله نعمت براشون، سونامی نعمت براشون، جنگ نعمت براشون، کشتار نعمت براشون، بعد همش پول در میارن و سر آخر صورت حساب حالا تمام رو مردم باید علم خصوص طبقه کارگر باید از شما ممنونم، متشکرم و براتون روزهای بهتری رو آرزو دارم و امیدوارم که هفته آینده هم با شما باشیم در چنین جایی. سپاسگزارم، در خدمتتون هستم. آرزوی در درجه اول سلامتی برای شما دارم. همچنین برای لطفتون زیاد. تشکر میکنم. خدا. واقعا آدم نمیتونه حرف دیگه بزنه. چه بگه؟ از کجا بگه؟ در همین گونه موارد آقای جابر کلیبی دوست بسیار گرامی مقاله‌ای نوشتن زیر عنوان اوضاع عمومی جنبش کارگری ایران تزها و دورنماها، این عنوان مقاله است و تحت مقاله شماره 1676 در بخش مقاله ها و بیانیه های سایت چه باید کرد این مقاله رو میتونید بخونید که به عمق مسائل در ایران اشاره شده. مقاله بسیار خوبی است که من دیشب خوندم و روی سایت گذاشتم. از سوی دیگه یک مقاله شماره 1677 در بخش مقاله ها که دو مقاله 1678 و 79 سه مقاله و 80 1680 دنباله اونه، چهار بخش از آقای دکتر محمود دلخواسته به خصوص ببینید و اون رو چاپ بکنید. این چهار مقاله رو مال آقای محمود دلخواسته رو برای اینکه تحقیق و اطلاعاتی که از دکتر بختیار، دکتر شاپور بختیار آقای دلخواسته گردآوری کردن و پهلوی هم گذاشتن و این تحقیق رو کامل کردن روی سایت چه باید کرد هست، اون رو همونطور که عرض کردم بهتری که چاپ بکنید که باشه که داشته باشید، برای اینکه بی نظیره که دکتر بختیار نقشش در حمله یا در جنگ ایران و عراق چه بوده، در مسائل دیگر چه بوده. مقاله است، چهار مقاله است که به راستی بی نظیر. حالا امیدوارم که با آقای دکتر دلخواسته در همین موارد، در همین مورد مقاله هایی که نوشتن در مورد دکتر بختیار بتونم مصاحبه ای هم ترتیب بدم، باشون تماس خواهم گرفت. سایت چه باید کرد رو هر روز سعی می کنم آسان‌تر شما بتونید بهش دسترسی داشته باشید و اون نواره که در بالا به طرف راست به چپ یا چپ به راست در حرکته، اون سعی می کنم من در شبانه روز چندین بار به مقاله ها، به مطالب، به فیلم ها، به کلیپ هایی که مهم هست که شما باید اونها را حتما یا بخوانید و مطالعه کنید یا ببینید، در اون نوار خواهم گذاشت که همونجا روی اون نوار، روی اون نوشته‌ای که من می نویسم اگر کلیک بکنید لازم نیست دیگه برید روی سایت و در بخش های مختلف، در همون نوار اگر روی اون مطلب که داره از چپ به راست یا راست به چپ میره کلیک بکنید، شما رو به همون کلیپ یا به همون مطلب خواهد بود. امیدوارم بیشتر استفاده بکنید از این سایت، نظرات خود رو برای من بنویسید، اگر کمی کم بودی میبینید در مقاله ها، در مطالب، حتما گوش زد کنید. این سایت چه باید کرد بیش از 11 سال یا 12 ساله که الان وجود داره و خوشحالم که بینندگان هر روز اضافه میشن و من هم به همون مناسبت تشویق میشم که بیشتر کار بکنم.
و مطالب بیشتری رو روی این سایت بگذارم. در این حال امروز روزی است که قبل از 28 مرداد، قبل از کودتای ننگین 28 مرداد، جنازه زندیات افشارتوس رو، تیمسار افشارتوس رو در غار تلو پیدا کردند و متعاقبان افسرانی که در دوران نهضت ملی بازنشسته شده بودند از سوی دولت آقای دکتر مصدق، اینها مشکوک بودند در مورد قتل افشارتوس، در آن زمان مشکوک بودند، آنها رو دستگیر کردند. جمعی از آنها اقرارهایی در این مورد کرده بودند، ولی به محض اینکه کودتا انجام شد همه اونها را آزاد کردند، مثل اینکه تمام قوانینی که در دوران زندیات دکتر محمد مصدق، یعنی در دوران نخست وزیری او به تصویب رسیده بود و قوانین مترقی و به خصوص قوانین کار که وجود نداشت آن زمان، زندیات دکتر محمد مصدق اونها رو به تصویب مجلس این رسانده بود، همه رو شاهنشاه آریامهر باطل اعلام کردند و از صفحه قوانین جاری مملکت برداشتند. و حالا من نمیدونم این بیشرمی تا چه حد باید ادامه داشته باشه که همچنان میبینیم که طرفداران استبداد محمد رضا شاهی زبانشان از همیشه درازتر و در این روزگار، همانطوری که عرض کرده بودم، تصمیم گرفتن که زندیات دکتر محمد مصدق رو به یک شخصیت فرهنگی مبدل سازن. شما هرچی آگهی و منت بر سر ما میگذارند و اعلامیه و بیانیه میفرستن که نمیدونم تولد دکتر مصدق رو برگزار میکنیم، یا نمیدونم زندیات دکتر محمد مصدق در باشگاه خبرنگاران بود و ما حالا در چنین روزی میخوایم یه تالار به نام او بکنیم در دانشگاه شیکاگو. همه و همه وقتی که میبینید، میبینید که اگر خوب دقیق بشید میبینید که برنامه اینه، اینها یا مزدورند و مزد میگیرند، یا اینکه چنان عمل میکنند که مزدور هم عمل نمیکنه. اینها یا از سر بی اطلاعی است یا با اطلاع کامل، فرقی نمیکنه. این خیانت کافی است که زندیات دکتر محمد مصدق و شخصیت مبارز و استقلال طلب او رو که خار راه امریکا و نظام جهانی سرمایه در ایران شده، این رو میخوان تبدیل کنن به یک شخصیت فرهنگی. به هر صورت امیدوارم که شما به این مطالب عزیزان پی ببرید، در هر کجا که هستید این گونه مطالب رو وقعی نگذارید، رو به رو بشید با اونها، زیرا که امروز بیش از هر روز دیگر مسئله استقلال، همان که زندیات دکتر محمد مصدق خواهان آن بود و عمر خود رو بر این کار گذارد، و زندیات دکتر فاطمی و دیگر جان باختگان چپ، واقعا چپ راستین،
نه چپولهای قلابی. جان بر سر این کار گذاشتم که ایران مستقل بشه، ایران از دخالت بیگانه تهی بشه. به این مسئله بیشتر پی ببرید و این نمایش های تولد و نمیدونم تالار به نام مصدق کردن و اینها رو نه تنها وقعی نگذارید، بلکه امیدوارم با آنها روبرو بشید و با آنها بگویید شرم کنید و بس کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش باد. یک گزارش مالی بسیار ساده هم خدمتتون بدم. در ماه آوریل که الان روزهای آخرشه، ما فقط $10 از طریق پیپل از عزیزی در که این عزیز همیشه این کار رو سر موقع روز اول هر ماه $10 میره و در هایدلبرگ آلمان. از همینجا به ایشان درود میگم و به شما ها هم که حمایت مالی نمی کنید به شما هم درود میگم و به شما هم احترام میگذارم. و همین که منشینید و این برنامه رو گوش میدید از شما ممنونم، ولی این برنامه ها هزینه داره و واقعا من زیر بار هزینه های برنامه های تلویزیونی از 11 سال پیش تا به حال زیر بار این کمرم خم شده، ولی اشکال نداره. ما در برابر جان باختگان راه آزادی، راه استقلال، راه عدالت ایران، من شخصا شرمنده‌ام که هنوز زنده‌ام و روبروی شما نشستم. زنده باد استقلال، زنده باد آزادی و زنده باد عدالت اجتماعی. تا برنامه آینده که روز اول ماه می خواهد بود، روز اول ماه می با آقای دکتر فریبرز رئیس دانای گرامی درباره باز هم بزرگی این روز با آقای دکتر رئیس دانا برنامه خواهم داشت که خدمتون ارائه خواهد شد. شب و روز شما خوش عزیزم.